سرخط خبرها. واکنش حکومت در برابر گزارش گروه بین المللی بحران. ارگو سپیدار اختلاف میان رهبران حکومت را رد می کنند. همکاری های همه جانبه در مسائل کلان ملی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد. مجلس سنا در انتظار گارنیزیون و مسئولان امنیتی کابل. گروه های مافیایی عوامل ناامنی پایتخت. تعداد افراد مسلح غیر مسئول نسبت به پلیسی که در حوزه های بسشارگانه شهر کابل توظیف است، تعدادشان بیشتر است. این واقعا یک مصیبت است. پایان فرهنگ معافیت و نابرابری جنسیتی تأمین کننده سال. حکومت محکوم به کوتاهی برای دستیابی به این هدف. فرهنگ معافیت در این راستا باید خاتمه پیدا بکنه. یعنی وقتی که یک جرم صورت میگیره یا خانم کشته میشه، حکومت مسئول است که اون نفر مجرم پیدا بکنه. سلام و شبتان بخیر. به مجمع خبری ساعت 10:01 با من نصرت منصور خوش آمدید. حکومت افغانستان گزارش گروه بین المللی بحران درباره اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی را رد می کند. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تاکید دارند که رهبران حکومت وحدت ملی به گونه جدی تلاش دارند تا افغانستان را از بحران نجات دهند و به منزل مقصود برسانند. گروه بین المللی بحران در گزارش تازه‌اش گفته است که اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی امنیت را شکننده و دستاوردهای اقتصادی را با خطر روبرو کرده است. بشیر احمد قاسانی گزارش می دهد. گزارش تازه گروه بین المللی بحران با واکنش حکومت روبرو شد. گروه بین المللی بحران اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی را برای امنیت و ثبات افغانستان خطرآفرین گفته است. در این گزارش آمده است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی از سخنان خصومت‌آمیز در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف قدرت و صلاحیت های همدیگر می‌گردد خودداری کنند، اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایی اختلاف ها میان رهبران حکومت را رد می‌کنند. ما هر نوع اختلاف در سطح رهبری حکومت وحدت ملی رد می‌کنیم. همکاری های همه جانبه در مسائل کلان ملی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد، هم در مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بین المللی ما پیشرفت های بسیار خوبی داشتیم، دستاورد های قابل لمس داریم. نشست های وارسو، بروکسل و حمایت های بین المللی که از وضعیت جاری در افغانستان صورت گرفته محصول همکاری و با همه رهبران حکومت وحدت ملی است. روابط کاری فعلی رئیس اجرایی را با رئیس جمهور مقایسه کنیم، به مقایسه چند ماه گذشته در موارد زیاد پیشرفت آمده، ما پیشرفت کردیم، اصلاحات آمده و معلوم میشه که گزارش از امروز نیست و به شرایط امروز سر نمیخوره. در این گزارش آمده است که در پیوند به طرح‌های اقتصادی باید با گروه‌های قومی محروم به شمول ازبک‌ها و هزاره‌ها باید مشورت شود تا احساس بیگانگی از بین برود. گروه بین المللی بحران تاکید کرده که باید به تقرری‌های جانبدارانه در بخش‌های اجرایی حکومت از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی پایان داده شود. همزمان در این گزارش گفته شده که توانایی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تقویت شود و با مداخله‌های قومی در آن پایان داده شود. ما ایرا رد نمی‌کنیم که نفوذ بعضی افراد ممکن است در بعضی جای‌ها مؤثر باشد، ولی هیئت رهبری وزارت دفاع کوششان این هست که من بعد افسران، بردملان و سربازان و جنرالان به شکلی که ما بر شما میگم جایی که لازم است باید بروند، جایی که لازم است باید وظیفه اجرا بکنند. گزارش گروه بین المللی بحران در حال بنش می رسد که برخی از مجلس نمایندگان تاکید می کنند که اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی ثبات در کشور را متزلزل کرده است. حکومت دری کاله پر شوی دی، په دې درې کالو کې حتی زه او تاسو د دې ملک او د خلک ته دی شاهد چې تر اوسه کابینه هم نه ده تکمیله. دغه یوه وجه ده چې د دوی منځ کې اختلافات دي. د دې اختلافاتو په وجود باندې د افغانستان خلک هم قرباني شوي دي، د افغانستان ولسونه هم قرباني شوي دي، افغانستان ته ډېر زیان رسېدلی دی. چند قبل این موضوع بود، ما فکر میکنیم که این موضوع حل شده. گروه بحران اگر این موضوع را میگه باید سند ارائه کنه. به غیر بدون سند نمیتونه شایعه در مملکت پخش کنه، باعث بحران کشور میشه، بسیار صدمه بزرگ در کشور. بیش از 2.5 سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما تا کنون رهبران حکومت موفق به تطبیق کامل موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی نشده اند.
بر اساس پیشنهاد شورای امنیت ملی و تاییدیه ریاست جمهوری، محمد سلیمان کاکر به عنوان معین ارشد انکشافی و امور مردمی، یما کرزی به عنوان معین ارزیابی اطلاعات و تهدیدهای استراتژیک، عبدالحکیم نورزی به عنوان معین تفتیش داخلی، خالق خان سروری به عنوان معین سرقومندان اعلای قوای مسلح، بهادرشاه احمدی به عنوان معاون سرقومندانی اعلای قوای مسلح و رئیس عمومی تنظیم معلومات، خدای داد به عنوان سرمفتش قماندان اعلای قوای مسلح و ولایت شاه بهرامی به عنوان معاون سرمفتش سرقماندانی اعلای قوای مسلح در دفتر شورای امنیت ملی گماشته شدند. قرار است گارنیزیون و مسئولان امنیتی کابل در پی افزایش ناامنی ها، ترور، سرقت های مسلحانه و گروگانگیری ها در کابل به مجلس سنا فرا خوانده شوند. سناتوران با انتقاد از کمکاری های مسئولان امنیتی کابل میگویند بیشتر عوامل ناامنی پایتخت گروه های مافیایی اند. اماد رستایی گزارش میدهد. بحث داغ نشست عمومی مجلس سنا افزایش جرم های جنایی در پایتخت است. اینان از افزایش قتل، دزدی های مسلحانه و آدم ربایی در کابل انتقاد می کنند و نیز مسئولان امنیتی کابل را به کمکاری متهم می کنند. بدامنی نه تنها در سراسر افغانستان، متاسفانه در شهر کابل هم ازدیاد پیدا کرده. سرقت های مسلحانه در خانه ها و در مسیر جاده ها و همچنان اختطاف و سوء قصد ها صورت می گیره که شاهد هستیم تعداد از هموطن های ما از بخش نظامی یا وزارت امور داخله ترور شدند. برخی از سناتوران تاکید می کنند افرادی که دست به چنین کار می زنند جزی از گروه های مافیایی در شهر کابل هستند و این ترورها نیز در کابل طرح ریزی می شود. و این طبعا گروه های مافیایی داخل هستند و کسایی هستند که اونا از داخل سبوتاژ می کنند و نیازمند عزیز که دولت تامین امنیت بکنه. گرچه امنیتی ارگانون مخ که هم دوی زین هاگ گروپونه چه مسلحانه سرقت بنده یا همداسې اختطافونو که لاس درلو دوی ونیول، لیکن بیا هم ګورو چې داسې ګروپونه مافیایی ګروپونه فعالیت کوي. افزایش موترهای بی پلید و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول را یکی از دلایل افزایش چالش های امنیتی در کابل می دانند و تاکید دارند که شمار افراد مسلح غیر مسئول بالاتر از نیروهای امنیتی در هر حوزه پلیس شهر کابل است. تعداد افراد مسلح غیر مسئول نسبت به پلیس که در حوزه های بسشارگانه شهر کابل توظیف از تعدادشان بیشتر است، این واقعا یک مصیبت است و این بلای جان مردم شهر کابل خواهد شد. د کابل د امنیت کمانډان باید د سرایا مکتوبی خبره وشي یا دلته مجلس ته راغوښتل شي چې دلته په کابل کې مثلا هغه نوی یا منوي ولایتو کې خو بعض هغه نه مطبوعات هلته خبریږي او نه هغه ولایتي چارواکي هغه غور کوي. سرانجام مجلس پس از انتقادهای سناتوران تصمیم میگیرد تا مسئولان امنیتی کابل و نیز گارنیزیون کابل را برای پاسخگویی فرا بخواند. خواهش میدارد د دفاع کمیسیون چې کابل امنیت کمانډان سره ده مسئولین رو غواړي او د سناتو سیبانو چې مان سه دوه مورته اشاره وکړه دوی ته شوشونه رفع کړي چې د ملت او د کابل د شهریانو ته شوشونه دي دوی د ورسره خپل هغه ستونزې مطرح کړي. در تازه ترین مورد صبح روز دوشنبه دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شدند و در عصر همان روز یک افسر قطعه رجال برجسته به گونه مرموز در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار کشته شد. افزون بر این صبح امروز نیز یک افسر وزارت دفاع ملی در حوزه پنجم به قتل رسیده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تا زمانی که به فرهنگ معافیت و نیز نابرابری جنسیتی پایان دادن نشود، صلح تأمین نخواهد شد. سیما سمر حکومت را به کوتاهی در راستای دستیابی به این هدف محکوم میکند و نیز تاکید دارد که برای پایان دادن به فرهنگ معافیت نیاز است تا تمام اقشار جامعه با یکدیگر کار کنند. همزمان وزیر امور زنان توسعه پایدار در کشور را وابسته به مشارکت بانوان میداند و بر افزایش نقش بانوان در ساختار های سیاسی، اقتصادی و بخش امنیتی تاکید میکند. غازی رسولی با جزئیات بیشتر. نابرابری های جنسیتی که هنوز هم در جغرافیای بنام افغانستان از بانوان قربانی میگیرد.
در جامعه که برخی مردان بانوان را به خبر از حقوقی که برایشان داده شده به دار میکشند، آتش میزنند و یا هم گاه گاه سنگ سار میکنند. چالش هایی که سبب شده تا اینجا کمیسیون مستقل حقوق بشر نشست ملی برابری جنسیتی را برای آگاهی دهی به مردم برگزار کند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهد. البته تمام خشونت ها، تمام جرایم باید پاسخگو باشه. کسی که انجام میده باید پاسخگو باشه و مورد پرسش قرار بگیره. فرهنگ معافیت در این راستا باید خاتمه پیدا بکنه. یعنی وقتی که یک جرم صورت میگیره یا خانم کشته میشه، حکومت مسئول است که اون نفر مجرم پیدا بکنه. کمیسیون مستقل حقوق بشر در کنار اینکه از کوتاهی حکومت در برچیدن نابرابری های جنسیتی در کشور انتقاد میکند، همچنان تاکید دارد که برای از میان برداشتن این پدیده نیاز به کار تمام شهروندان است. قدرت مردم بیشتر از قدرت کسایی که در قدرت است، افرادی که در قدرت است. بنابراین تا زمانی که مردم تلاش نکنند که وضعیت تغییر بده، تنها کار دولت نیست. در یه جای شک نیست که مسئولیت دولت است. مسئولیت بدون قید و شرط دولت است برای انکشاف، مسئولیت، حمایت و انکشاف حقوق بشر. ایجاد کمیته جندر در کابینه، ایجاد واحدهای جندر در تمامی ادارات حکومتی و ظرفیت سازی برای تساوی جنسیتی از کارهای تازه انجام شده حکومت برای پایان دادن به خشونت‌ها بر ضد بانوان است. وزیر زنان میگوید بانوان کشور هنوز هم قربانی تبعیض جنسیتی اند و رفع این چالش نیاز به تلاش و سهمگیری همگانی و ملی دارد. از میان بردن این چالش‌ها زمانگیر بوده، تعهد، تلاش و سهمگیری فعال ملی و شمول دولت، نهادهای جامعه مدنی، سکتور خصوصی و مخصوصا خود زنان و مردان جامعه را می طلبد. افغانستان تقریبا 7 موافقات بین المللی امضا کرده که او تساوی جنسیتی را و توانمندسازی زنان او تقاضا میکنه و حکومت افغانستان متعهد است به این کار. در همین حال برخی بانوان و فعالان جامعه مدنی میگویند حاکمیت قانون در کشور زیر صفر است و رهبران حکومت وحدت ملی در عملی کردن تعهداتشان در این راستا ناکام بودند. حاکمیت قانون هنوز هم بر همو وضعیت ناگواری قرار دارد که قبل از کمپاین و قبل از انتخابات گذشته قرار داشت. مردم نگران نقض قانون اساسی افغانستان، نقض قوانین متعدد در افغانستان و رشد یافتن فرهنگ معافیت در افغانستان هست. قوانین زیاده در رابطه با حقوق زنان، کنوانسیون هست، حقوق بشر، یعنی قوانین خوب زیاد ما داریم که اینا به خاطرش پاس شده، مگر دیسه تطبیقش تا فعلا مشکلات وجود داره. خشونت ها در برابر بانوان چالش است که با هزینه شدن میلیون ها دلار از کمک های جامعه جهانی هنوز هم پایان نیافته و به گونه تکان دهنده از بانوان کشور قربانی می گیرد. از این میان غور در غرب کشور از ولایت هایی است که بیشتر گواه رویدادهای وحشتناک خشونت در برابر بانوان بوده است. در ادامه خبرها، ایجاد مجتمع شوراهای ولایتی، هدف بلند کردن صدا در برابر نارسایی های حکومت. وزارت محترم داخله، کماندانی ها در سطح ولایت قادر به این نشدن که جلو افراد اشخاص خیالی را در سکوب نیروهای امنیتی خصوصا پلیس ملی بگیرند. اعتبار ثبات سیاسی حکومت بسته به برگزاری انتخابات. گروه بین المللی بحران گفته حکومت باید زمان انتخابات را در اولویت کار قرار دهد. دوباره خوش آمدین. ادامه مهمترین ها. برای بلند کردن صدا در برابر نارسایی های حکومت، مجتمع شوراهای ولایتی ایجاد شد. در نخستین نشست این شورا، رئیسان شوراهای ولایتی برخی ولایت ها حکومت را در تأمین حاکمیت قانون ناتوان می دانند. همچنان در این نشست شماره از رئیسان شوراهای ولایتی تاکید کردند که در بخش توزیع شناسنامه های برقی مسائل ملی را در نظر گرفته نمی شود. برای نخستین بار نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت اینجا گرد آمدند. میگویند برای کار مشترک در برابر نارسایی های حکومت گرد آمدند. در کنار دشواری هایی که شوراهای ولایتی دارند، یک به یک از دشواری هایی که در حکومت وجود دارد نیز سخن میگویند. بحث
تذکره الکترونیکی هستم. چرا سالها؟ چرا ماها؟ چرا قدر زد و بند وجود دارد؟ چرا یک نهاد مسئول یک دلایل موجه ارائه کرده نمیتونم؟ این بحث به کجاها میرود؟ این بسیار مهم است که ما مسائل شخصی را قربان مسائل ملی بکنیم. اینان حکومت را به ناتوانی در تامین حاکمیت قانون متهم میکنند و از سربازان خیالی نیز یاد میکنند. در تشکیلات و جزوتام های ما بی نهایت خیالی ها وجود دارد. وزارت محترم داخله، قماندانی ها در سطح ولایت قادر به این نشدن که جلو افراد اشخاص خیالی را در سکوب نیروهای امنیتی خصوصا پلیس ملی بگیرند. یکی از انتقادهای تند دیگرشان بر نهاد ارگانهای محلی است. میگویند این نهاد با 1001 مشکل روبرو است و رئیس، برخی معاونان این نهاد و بیش از 150 ولسوالی هنوز از سوی سرپرستان اداره میشود. اعتبار حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسیان به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بستگی دارد. گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود در پیوند به انتخابات افغانستان گفته است که حکومت باید تعیین زمان انتخابات و اصلاح انتخاباتی را در اولویت کاری خود قرار دهد. در این حال نهادهای ناظر بر انتخابات دلیل تعیین نشدن تاریخ انتخابات را نبود برنامه و اراده قاطعی در تصمیم گیری های این نهاد می دانند. مرتضی پیکار با جزئیات بیشتر. هشدار برای تعیین زمان انتخابات این بار از سوی گروه بین المللی بحران. روزها همچنان در گذر است، اما از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات برای تعیین زمان انتخابات هنوز خبری نیست. در تازه ترین گزارشی که از سوی گروه بحران آمده است میگوید اعتبار حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی به گونه کلی به برگزاری انتخابات با اعتبار پارلمانی و شوراهای ولسوالی بستگی دارد. حکومت باید اصلاحات نظام انتخاباتی و نهادهای مرتبط را در اولویت قرار داده و اطمینان حاصل کند که نتایج انتخابات‌های بعدی از سوی تمام جناح‌ها پذیرفته خواهد شد تا از اختلاف‌های شدیدی که در پی انتخابات گذشته به میان آمد جلوگیری شود. در همین حال نهادهای ناظر بر انتخابات با انتقاد از عملکرد کند کمیسیون مستقل انتخابات پراگندگی و نبود برنامه را دلیل به درازا کشیدن زمان انتخابات می‌دانند. نبود برنامه، نبود یک اراده قاطع برای برگزاری انتخابات سال جاری و در پولیش می‌دانند که بگویند که عدم شکل گیری یک دیدگاه بسیار واضح و روشن برای انتخابات در بین تصمیم گیرندگان اصلی می باشه. اعلام جدول زمان بندی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی همراه با تاریخ قطعی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 از جمله چالش هایی است که گروه بین المللی بحران روی آن تاکید کرده است. زکه که انتخابات تر سر نشی راتون کی تاکونو تا من گچنگ آمادگی مونیس. هیچ گوی شفافیتی وجود نداره. این هم یک فریب مردم است. مردم سرگردان، مردم پریشان کردن. ټولنې د افغانستان په خلکو او د افغانستان د هغه پټاکنو باندې او په د خلکو په باور باندې منفي اغیزه پدې لري چې نو خلک نور په دولت باندې بې باور کیږي. خواستیم دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. یک جوان که از سوی طالبان بازداشت و به اعدام محکوم شده بود با کشتن 5 طالب از نزد آنان فرار کرده است. داوود نظامی باشنده ولسوالی نهرین بغلان است و برای گرفتن یک تانک دولتی که به دست طالبان افتاده بود به ولسوالی اشکمش تخار در ساحه حاکمیت طالبان رفته بود. 5 طالب او را به هدف اعدام به ولسوالی چهاردره کندز انتقال می دادند و شب هنگام داوود با گرفتن سلاح یکی از این طالبان آنان را به قتل رسانده و خودش فرار کرده است. سجاد محمدی گزارش دارد در این مورد. جوانی که یک شب تا اعدام شدنش از سوی طالبان فاصله داشت کار کرد که از یک سو جانش را نجات داد و از سوی دیگر 5 طالب را به قتل رساند. داوود نظامی باشنده ولسوالی نهرین بغلان است. او مأمور شده بود با نفوذ در میان طالبان در ولسوالی اشکمش تخار
یک تانک دولتی را که به دست طالبان افتاده بود برگرداند. اما بازداشت شد و طالبان حکم اعدامش را صادر کرد. او از سوی 5 طالب به ولسوالی چاردره کندوز برای حلق‌آوی شدن منتقل می شد. اما چگونه موفق به فرار شده است؟ ای از من بسیار کم فاصله داشت، 2 متر، 3 متر. خب من همیت یک لیافت گرد جانم بود. دیگه او ده فکر بود که یا استراحت از خو رفته. اگه نیم خو نبودم دیگه نمی متوجه همی گم بود. باز خیز داده یک تفنگ اینا را گرفت. هر کامیش که شور دست تفنگ من داخت که ما را بزنه. ما هم زده می رفتیم و غلطیده می رفت. این کار هرچند داود را از اعدام شدن نجات داد، اما حالا دردسرهای برایش ایجاد کرده است. از تهدید طالبان تا آنچه به توجهی نهادهای امنیتی بغلان می گوید. یک روز به من قماندان انتحاری از قندوز زنگ داد که من از ولسوالی دشتیارچی هستم، این تو وظیفه می رخم است. ما در همه جای می رسیم و در هر ریاست جمهوری می رسیم. ای تو هستیم، تو برای ما هیچ چیزی هم نیستی. برخی ها می خواهند باید به چنین افرادی که به خاطر منافع دولت جانشان را به خطر می اندازند توجه و رسیدگی شود. ای که تا کنون اینا مورد لطف حکومت وحدت ملی و خواب وزارت مربوطه قرار نگرفته جای تأسف است. امیدوار هستیم که امی گفتگوی ما و شما باعث شود وزارت مربوطه و وزیر مربوطه موضوع شنیده در جهت روحیه دادن و تشویق از اون نیروهایی که فداکاری کردن احسار و شهامت بخرج دادن توجه جدی بکنن. داوود میگوید هنگامی که از سوی طالبان بازداشت شد مورد شکنجه نیز قرار گرفته بود. او میگوید 5 طالب را که به قتل رسانده از افراد مهم این گروه در ولایت تخار بودند. در ادامه حمله جعلی به هدف به اعتبار کردن دولت بشار اسد. ولادیمیر پوتین میگوید آمریکا هدف حمله به سوریه را داشت. دانشگاه آمریکایی افغانستان پس از 7 ماه دوباره صنفهایش را برای دانشجویان باز کرد. هنوز هم شمار زیاد از جوانان افغان همچنان با علاقه‌مندی به این دانشگاه می آیند و به آموزش می پردازند. مسئولان در این دانشگاه تاکید می کنند که به ادامه کار در افغانستان معتقدند و با معیارهای جهانی روند آموزش را ادامه خواهند داد. نرگس اورخش نگاهی کرده به فعالیت‌های دوباره این دانشگاه. بهار تازه برای این دانشجویان. پس از روزهای تلخ و تاریک دوباره آفتاب امید برایشان تابیده است. دانشجویان دانشگاه آمریکای افغانستان ترس و دلهوره را شبیه این توپ دور پرتاب کردند برای شروع دوباره. روحیه ها خوب به نظر می رسد. در کنار دیگر دانشجویان شمار هم همین امسال وارد این دانشگاه شدند. خوشحال هستم که این دانشگاه دوباره باز شد و با ما هم یک فرصت داده شد که بتونیم در محل اکادمیک و فوق‌العاده درس بخوانیم. پس از چندین ماه از حمله مهاجمان انتحاری در و دیوار شکسته و تخریب شده ساختمان این دانشگاه ترمیم شده. اما زخم‌های بسیاری از دانشجویان و کارکنان این دانشگاه که در این حمله آسیب دیده بودند هنوز به گونه کامل التیام نیافته است. سجاد یکی از قربانیان حمله آن روز است. او در جریان حمله خود را از منزل دوم ساختمان پایین انداخت و یک دستش آسیب دید. اما ظاهراً این زخم‌ها از اشتیاقش برای ادامه تحصیل کم نکرده است. دانشگاه مثل خانه ماست. دیگه آدم هرچی باشه نمیشه از خانه دل بکنی. ولی من وقتی که زخمی شده بودم هم بودم امیست داشتم که وقتی که جور شدم بخیر باید پس بیایم در پانتون درسایم شروع کنم. هرچند بازم تنها سجاد نیست. مصطفی دانشجوی دیگری است که در فاصله 10 دقیقه‌ای حمله به دانشگاه قرار داشت. میگوید چندین دوستش را در آن حمله از دست داده است. اما با حضور دوباره میخواهد پیام دیگر بدهد. پیامی را که میخواهیم از برگشت خود برای ایف و بیرون از ایف داشته باشیم این است که این تهدیدات و این حمله ها نمیتونن روی اشتیاق ما برای به دست آوردن علم تاثیر بانند. می‌خواستم این پیام بدم که ما قوی تر از قبل هستیم. مسئولان دانشگاه آمریکایی افغانستان میگویند آنان برای ادامه کار در این کشور متحدند و این دانشگاه با معیارهای جهانی ماموریتش را دنبال خواهد کرد. ما
ما به کار خود در افغانستان ادامه خواهیم داد، اما آینده سیاسی افغانستان بیرون از صلاحیت های این دانشگاه است و به حکومت افغانستان، نیروهای آمریکا و ناتو وابسته است، نه ما. ما تنها یک مرکز آموزشی هستیم که برای آینده روشن افغانستان و فراهم کردن زمینه های پیشرفت برای مردم افغانستان کمک میکنیم. البته ما خواهان تامین صلح و ثبات در این کشور هستیم. چهار سوی ساختمان این دانشگاه را دیوارهای کانکریتی گذاشتند و چندین کمربند امنیتی هم ایجاد کردند. مهاجمان مسلح 7 ماه پیش در 25 آگست به دانشگاه آمریکای افغانستان حمله کردند که بر اثر آن 15 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. از سوی خسارات هنگفتی به این دانشگاه وارد شد. مسئولیت این رویداد را گروه طالبان بر عهده گرفت. خبرها همین قدر بود، اما در حاشیه خبر، گروه بین المللی بحران در مورد آینده حکومت وحدت ملی گزارش نشر کرده که به موارد مختلف از جمله اختلافات میان رهبران و شکنندگی نظام از این ناحیه، تشدید نبردها و نگرانی های جهانی و حتی در این گزارش گفته شده دو طرف در تعیینات ملکی و نظامی متحدین خودشان را مقرر میکنند. در این گزارش شدت اختلافات را خطرناک خوانده و حتی گفته است ادامه این وضعیت منجر به جنگ داخلی هم خواهد شد. از برخورد قومی و سمتی همچنان به حاشیه راندن بعض اقوام اشاره شده است. برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی را برای ترمیم این وضعیت خوب پنداشته. البته این گزارش گروه بحران از پیشرفت‌های اقتصادی هم یاد شده، اما سایه ناامنی‌ها و اختلافات آن را پوشانیده است. در این گزارش پیشنهادات هم به حکومت وحدت ملی داده شده تا با استفاده از آن وضعیت را تغییر دهند. روی مواردی که در این گزارش آمده و همچنان روی ادامه ثبات سیاسی در افغانستان با مهمانانم در حاشیه خبر امشب بیشتر بحث خواهیم کرد. با ما باشید.